بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام جناب آقای روحانی، نیک مستحضرید که پس از 800 روز تنها 4 دقیقه فرصت یافته ایم تا با شما به عنوان رئیس قوه مجریه صحبت کنیم. لکن از آنجایی که در همه این دو سال تریبون‌های یک طرفه طرفداران شما برای تشکر و تمجید سیاست‌های شما به راه بوده است و خواهد بود، بنده به نمایندگی از اتحادیه مطبوع انتقاداتی فارغ از فضای تعارف عرض می‌نمایم. همچنین از همین تریبون از تمامی زحمات شما و کابینه تشکر می‌کنم. ناظران سیاسی معتقدند که هر کدام از وزارتخانه‌های کابینه شما سهمیه یک جریان، گروه یا شخص خاص بوده که البته پس از گذشت این دو سال و اختلافات درون کابینه این گمانه تقویت هم شده است. در این میان از شما خواهش می‌کنیم دانشگاه را از گود بازی‌های سیاسی خارج کرده و بگذارید دانشجویان مسیر طبیعی خود را طی کنند، مسیر علم و اخلاق و پیشرفت، هر چند منافع عده‌ای کاسب به خطر بیفتند. جناب آقای روحانی، 8 برابر آن 100 روزی که شما از آن یاد کرده بودید می‌گذرد و آش همان آش است و کاسه همان کاسه. در اقتصاد با ابداع واژه‌های طنزگونه چون تورم صفر، عبور از رکود و رفتارهای رابین هودی چون توزیع سبد کالا و تخصیص وام 25 میلیونی، آن هم نه به نفع معیشت مردم بلکه برای خالی کردن انبارهای خودرو، نشان دادید برنامه‌ای برای اقتصاد نداشتید. چنانچه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل در جلسه پیش از انتخابات 24 خرداد با شما این برنامه‌گی را یادآور شده بود. در دولت مذاکرات برای توجیه راهبرد غلط وابسته کردن همه امورات کشور به سیاست خارجه آسمان ریسمان بافته و گفتید کربلا درس مذاکره است. اشتباه گفتی. در روزهای توهین به نبی مکرم اسلام وزیر خارجه کشور حتاک را در آغوش گرفتید. اشتباه کردید. نباید همه چیز را به سیاست خارجه گره می زدید. در همه روزهای پیاده روی و دست دادن و امثال هم 333 روز سفیر جمهوری اسلامی پشت درهای سازمان ملل مان حضور دارن اینجا. نفت به استناد نامه 4 وزیرتان با کاهش 60% قیمت مواجه شد. سفره مردم کوچکتر شد. در همه این روزهای مذاکرات از حاکم جزیره بحرین تا وزیر گستاخ سعودی، از اردوغان تا رئیس جمهور کشور 800 هزار نفری جیبوتی، یکی یکی به ملت ایران توهین کردند. فاجعه فرودگاه جده و حوادث منا رخ داد. کمتر کسی اگر به واسطه تبلیغات دو ساله به راهبرد مذاکرات خوشبین بود، بعد از فاجعه منا دریافت که متاسفانه رویکرد حضرت عالی در سیاست خارجی هیچ بخشی از منافع ملی ما را تأمین نکرد. با این حال هنوز از این سیاست اشتباه باز نگشتید. چنانچه چند روز بعد از حادثه تلخ منا، وزیر خارجه ما از تحکیم مودت با آل سعود سخن گفت. جناب حجت الاسلام روحانی، از آنجایی که دولت شما فاقد گفتمان سیاسی و اجتماعی است، به نظر می رسد برای جبران این خلأ آینده سیاسی خیش را به کسانی گره زده اید که سابقه خود را در بزنگاه ها نشان دادند و هیچگاه دلسوز شما نبوده و شما را معاون اول کابینه آقای هاشمی رفسنجانی می دانند. اینان دیر یا زود چه در صورت وصول مطالباتشان و چه بالعکس آن پروژه عبور از روحانی را کلید خواهند زد. ما نمیخواهیم عبور از روحانی مطرح شود. ما رئیس جمهوری میخواهیم مستقل که بر اساس آنچه شعار داده عمل کند. اگر مدعی دروغ و آمارسازی در دورهای قبل است، خود آمارسازی نکند و دروغ نگوید. وزیری را به مصدر امور نگذارد که در کرسنت یک طرف دعواست. وزیری را به کار نگمارد که به خاطر نخریدن خودروی بی‌کیفیت ملت را خائن خطاب کند. ما رئیس جمهوری می‌خواهیم که در مقابل نقد خضوع کند و منتقدان را بزدل و بی‌شناسنامه خطاب نکند. آقای روحانی، شما به رفتارهای از رئیس جمهور قبلی منتقد و معترض بوده اید و رأی خود را بدان استوار کرده اید که امروز خود فاعل بسیاری از آنان هستید. شاید اگر اکنون در فضای سیاسی کشور چرخی بزنیم، حضرت عالی احمدی نژادی ترین فرد در سپهر سیاسی کشور باشد. سلام. من نمیگم شما بیایید حالا دائما شعار مرگ بر فلان و زنده باد و مرده باد، اینو نمیگیم. اینو ما توقع از بچه ها نداریم، از هیچ کدوم از جوونا، در جای خودش چرا. اما باید بدونید، باید بتونید تحلیل کنید مسائل سیاسی منطقه و کشور رو. مردم ما توجه داشته باشند که نظام ما بر اساس یک چارچوبه داره اداره میشه.
چارچوبش قانون اساسی است که میثاق ملت ماست. چهار اصل در این قانون اساسی، اصل کلیدی است که در اصل آخر آمده هیچ کس حتی در بازنگری حق تغییرش را نداره. یک، اسلام. دو، ولایت فقیه. سه، جمهوریت نظام. چهار، مذهب رسمی کشور. این چهار اصل رو قانون اساسی گفته. هر کی بیاد مجلس، هر کی بیاد دولت، هر کی بیاد در نهادهای دیگه، در این چارچوبه باید عمل کنه.